کوروش یغمایی، پدر راک ایران، این روزها اسمش تیتر اخبار در فضای مجازی شده. کسی که بعد از سالها سکوت و انزوا، حالا با انتشار آلبومی از خودش دل هوادارانش رو بسیار شاد کرد. اما بعد از انتشار این آلبوم، خبری تلخ از او حالا واکنش‌های بسیاری رو به جامعه هنری وارد کرد. سلام دوستان، به کانال باید بدانیم خیلی خوش اومدید. در این برنامه به حواشی انتشار آخرین آلبوم کوروش یغمایی و البته ماجرای تلخ خداحافظی اون از دنیای موسیقی و هنر میپردازیم. اما قبلش ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله یک کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. ظاهراً بعد از سالها دوری آلبوم جدید کوروش یغمایی رو که در میان اهالی موسیقی به پدر راک ایران معروفه خواهیم شنید. آلبومی قراره با همکاری برادر کوروش یغمایی منتشر بشه و از همین لحظه انتشار در فضای مجازی دوستداران این خواننده محبوب رو به شوق آورده. کوروش یغمایی، خواننده با سابقه موسیقی پاپ راک در فضای مجازی، از تولد آلبوم تازه خودش با همکاری برادرش که در آلمان زندگی میکنه خبر داد. به گفته پدر راک ایران، یکی از قطعات این آلبوم تا پیش از نوروز 1400 منتشر شده بود. کوروش یغمایی با انتشار ویدیویی از نوازندگی برادرش در صفحه اینستاگرام خودش نوشت: بعد از 40 سال دوری و جدایی ناخواسته، اینک با بکارگیری امکانات اینترنت، نوید آغاز همکاری دوباره با بهره‌گیری از چیره دستی و دانش موزیک برادر نازنینم کامبیز رو در آلبوم تازه‌ام میدم. تصمیم دارم یک ترانه از این آلبوم رو در نوروز پیش رو در اینترنت با شما یاران دیرینم به اشتراک بذارم. با سپاس از کامبیز جان در آلمان که با وجود داشتن هنرجویان بسیار، وقت ارزشمند خودش رو برای همکاری در این آلبوم به من ارزانی داشت. کوروش یغمایی که با قطعه گل یخ برای نخستین بار موسیقی ایران رو وارد عرصه های جهانی کرد، به هر حال در چند دهه اخیر هنرمند پرکاری نبود و فعالیت‌هاش در تمام این دوره به جز یکی دو سال در اواخر دهه 70 موانع پرشماری مواجه بودند. حالا در چنین شرایطی اولین آلبوم این هنرمند در حداقل 20 سال اخیر میتونه اتفاق مهمی قلمداد بشه. خواننده‌ای که تلاش کرد بعد از انقلاب هم در ایران به فعالیت هنریش ادامه بده، اما تنها دستاورد اون در این سالها جنگیدن تا پای جان برای انتشار تک تک آثارش و البته تنهایی و انزوای عجیبی بود که در تمام این سالها با او بوده و شاید تنها این آلبوم جدید و حال و هوای اون بتونه تغییری در این اوضاع ایجاد کنه. اینکه چی شد که بعد از انقلاب کوروش یغمایی در ایران موند و مثل بیشتر همکارانش مهاجرت نکرد، از اون اتفاقات عجیب روزگار بود. در حقیقت کوروش یغمایی رو میشه سرشناس در این خواننده غیر سنتی نامید که تصمیم گرفت در ایران بمونه و دیگر بازماندگان هیچ کدام شهرت پیش از انقلاب اون رو پیدا نکردن. بنابراین بیراه نیست اگر بگوییم موندنش در ایران ریسک بزرگی بود. ریسکی که در اون سالهای اول به بهای حدود 20 سال بیکاری برای اون تمام شد. یغمایی بعد از اون دوره اول ممنوع‌کاری در اواسط دهه 70 آلبوم سیب نقره‌ای رو منتشر کرد و بعد هم آلبوم ماه و پلنگ رو که با همراهی حسین منزوی منتشر شد. کابوس و تفنگ دست نقره هم دیگر آلبوم‌های کوروش یغمایی هستند که البته هیچ کدوم از این آثار به اندازه آثار قبل از انقلاب کوروش یغمایی، به خصوص گل یخ، موفق نبودن. کوروش یغمایی رو میشه موفق در این خواننده غیر سنتی ایرانی در فضای موسیقی جهان دونست. پدر راک ایران یا خواننده‌ای که برای نخستین بار موسیقی ایران رو وارد عرصه های جهانی کرد، نمیتونه حق مطلب رو درباره یغمایی ادا کنه. او که اولین آثارش مانند گل یخ و حجم خالی که حاصل همکاری اون با همکلاسی شاعرش مهدی اخوان لنگرودی بود، به دلیل داشتن استانداردهای جهانی به سرعت به خارج از مرزهای ایران نفوذ کرد. بعد از اون در تمام نیم قرن فعالیتش در قامت یک هنرمند جهانی عمل کرد و شاهد اجراهای گوناگونی از ترانه‌هاش، به خصوص ترانه‌های نخستین آلبومش، در دیگر کشورهای جهان بودیم که این روند هنوز هم ادامه داشت. اما روند حضور جهانی کوروش یغمایی در سالهای بعد از انقلاب از سال 88 پررنگ‌تر شد. سالی که در آلبومی به نام زنجیر خودت را بباف که شامل 15 قطعه از مطرح ترین آثار راک سالهای 1968 تا 1974 بود، قطعه حجم خالی کوروش یغمایی به عنوان تنها نماینده راک خاورمیانه گنجانده شده بود. انتشار این آلبوم آغازی دوباره برای کشف کوروش یغمایی در غرب بود که برای نخستین بار باعث ثبت موسیقی مدرن ایران و ورود رسمی اون به گستره موسیقی جهانی شد.
جایگاه کوروش یغمایی در سال 2010 با حضورش در جشنواره جهانی موسیقی ردبول که در لندن برگزار می‌شد تثبیت بیشتری پیدا کرد. کوروش یغمایی در این جشنواره برای سخنرانی، دریافت جایزه و اجرای موسیقی دعوت بود. حالا اما کوروش یغمایی با انتشار اثری از خودش با نام راه گم کرده در صفحه اینستاگرامش نوشت: از آنجا که برای گذر از این کوره راه سنگلاخ و دشوار برای سربلندی فرهنگ کشورم و هویت پرشکوه و ورجاوند ایران عزیزم با نداشتن حتی کمترین امکانات آنچه که در توان داشته را به کار گرفتم، به آگاهی یاران مهربانم میرسانم که با پخش دو آلبوم یاغی و پلاک 44 که به زودی از طریق کمپانی ناو گیم رکوردز آمریکا پخش خواهد شد، از کار در زمینه موزیک کناره گیری میکنم. البته رابطه من با موزیک که از کودکی آغاز شده ناگسستنیه و کارهای ناتمامی دارم که در صورت تمام شدن با شما در میان خواهم گذاشت. کوروش یغمایی در تاریخ 12 آذر سال 1325 در استان سمنان و شهر شاهرود به دنیا آمد. آهنگساز، آوازخوان، نوازنده، تنظیم کننده و موسیقی دان ایرانیه. این خواننده قدیمی نوازنده ماهر گیتار الکتریک و سازنده سبک موسیقی راک در ایرانه. این آوازخوان بزرگ یادگیری موسیقی رو در خردسالی و با ساز سنتور شروع کرد. بعد از چند سال فعالیت در موزیک سنتی ایران، گیتار سازی که همیشه به اون علاقه مند بود رو انتخاب کرد و تمام تلاش خودش رو جهت فراگیری این ساز استفاده کرد. عشق به گیتار بسیار در زندگی این خواننده و پسرش زیاد بود که از اون زمان تا به حال به هیچ وجه از گیتار دور نشد. این خواننده مطرح در عرصه موسیقی راک فعالیت اصلی خودش رو در سن 18 سالگی با ساختن و مدیریت گروه راک اینسترومنتال رایچرز شروع کرد. نکته جالب اینه که کسی در این گروه خواننده نبود. در این موقع به خاطر مهارتش در نواختن گیتار به اون پنج طلایی میگفتن. در زمان اخذ لیسانس جامعه شناسی از دانشگاه ملی همیشه سرپرست و مدیر گروه راک دانشگاه ملی بود و در مسابقه هنری دانشگاه‌های ایران که در دانشگاه شیراز برگزار شد بهترین رتبه رو برای دانشگاه ملی کسب می‌کنه. بعد از 17 سال ممنوعیت در کار موزیک و خوندن آواز، آلبوم‌های سیب نقره‌ای، ماه و پلنگ، کابوس، آرایش خورشید و تفنگ دست نقره و همچنین گرگ‌های گرسنه رو منتشر کرد که این کارها شروعی مجدد برای ادامه موزیک روز در ایران بود. حالا بعد از سالهای دوری، آلبوم جدید کوروش یغمایی رو که در میان اهالی موسیقی به پدر راک ایران معروفه رو خواهیم شنید. آلبومی که قراره با همکاری برادرش به بازار عرضه بشه. انتشار آلبوم های ترک گوشه‌نشینی و ملک جمشید به معنای استمرار و البته ارتقای جایگاه کوروش یغمایی در سالهای اخیر بوده. خواننده‌ای که تایمز دربارش گفته تصویرش همراه با گیتار الکتریک برای ایرانی ها مشابه تصویر جیمی هنریکس برای بچه های غرب بود و ستاره‌ای مانند کانیه وست نیست در آلبومی که به همراه ناس منتشر کرده، در دو قطعه از آثار این آلبوم سمپلی از آثار کوروش یغمایی رو پخش کرده. پس باید حق داد به مخاطبانی که از شنیدن خبر انتشار آلبوم جدید کوروش یغمایی به شوق اومدن و بی صبرانه در انتظار رونمایی از اون لحظه شماری میکنن و البته خداحافظی تلخ اون که دیگر صدای اوران در عرصه موسیقی نخواهند شنید. با آرزوی سلامتی برای این خواننده دوست داشتنی. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر میخواید از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید، ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید.